بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید سلام به شما. امیدوارم خوب و سرحال باشید. سیما بهاری هستم، با همکارم جمیل فرزان برنامه گفتگو رو تقدیمتون میکنیم. 50 روز از جنگ حماس و دولت اسرائیل میگذره. در این مدت طبق گفته خبرنگاران مختلف در غزه چیزی باقی نمونده. حتی امروز من گزارشی که میدیدم میگفت از خیابون، میدون، مغازه هیچی خبری نیست. یه تل ویران است. هزاران نفر کشته شدن و بیشتر از این ارقام آواره روی دست بشریت است. تقریبا 230 گروگان در دست نیروهای حماس و تعداد زیادی فلسطینی در زندانهای اسرائیل هستند. با یک توقف 4 روزه جنگ، خودشون میگن بگین توقف نگین آتش بس، بخشی از گروگان‌ها قراره که آزاد بشن. خبرها حاکی از حمله آمریکایی‌ها به پایگاه‌های نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی در عراق هست. کلاً در روزهای اخیر سطح تنش بین نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و آمریکایی به طرز بارزی افزایش پیدا کرده. جمهوری اسلامی کجای این قضایا قرار داره؟ توقف جنگ به چه معنایی میتونه باشه؟ گمانه‌زنی‌ها درباره همراهی جمهوری اسلامی با حماس همچنان ادامه داره. این گمانه‌زنی‌ها چقدر میتونه واقعی باشه؟ سوالاتی از این قبیل رو با مهمان برنامه‌مون محسن ابراهیمی در میون میذارم. خیلی خوش اومدید محسن ابراهیمی به برنامه گفتگو. دعوتتون سلام میکنم خدمت شما و همکار عزیزتون و بینندگان گرامی. متشکرم. خب همطور که گفتم 50 روز از آغاز درگیری بین نیروهای حماس و دولت نتانیاهو میگذره. آیا تا به حال میتونیم برنده‌ای برای این جنگ حساب کنیم، تعریف بکنیم، بگیم کی برنده شد، کی بازنده شد؟ خب بسته به اینکه برنده رو چجوری تعریف کنیم، معیارمون از برنده بودن چی هست، میشه به این سوال پاسخ داد. خب اگه برنده بودن در این تنش خونین تعداد بیشتر آدم کشی هست، خب به نظر من هر دو طرف برنده هم. خب حماس در فاصله کوتاه 1400 انسان رو قتل عام کرد، 240-250 انسان رو از زن و مرد و کودک گروگان گرفت. خب به این معنا با معیارای جنگی خود این جریانات برنده خیلی خوبی بود، یعنی هیمنه به قول خودشون امنیتی اسرائیل رو شکست و تونست در فاصله کوتاه اینقدر لطمه بزنه به شهروندان اسرائیل. در مقابل خب در فاصله 50 حدوداً 45 روز هم اسرائیل نزدیک الان آمار امروز 14500 کشته بود که خب نصفشون هم کودکان هستن. خب به این معنا خب با این معیار اسرائیل هم برنده است. اینا تونستن با دستگاه جهنمیشون هر دو طرف بالاخره آدم کشی وسیع را بندازن. خب میخوام بگم اگه معیار اینه که خب هر دوتاشون برنده، ولی واقعیت اینه که حماسی که با اون تبحش 7 اکتبرش ببخشید 7 اکتبرش به عنوان یه عملیات به اصطلاح شاک و وحشت سعی کرد خودش رو به عنوان یه جریان زنده و فعال و قدرتمند نشون بده، چرا نتونست از کودکان غزه در مقابل دشمنی که میخواد به دریا بریزه دفاع کنه؟ یا اسرائیل چرا نتونست از شهروندان هم مرز با غزه دفاع کنه؟ خیلی روشن میخوام بگم در یه جمله که خب اگه معیارها این باشه که هر دوتاشون برندن، اگه معیارها به اصطلاح توان این باشه که بتونن دشمن خودشون رو که بالاخره به دلایل تاریخی ما میدونیم اینا در مقابل هم هستن نابود کنن، به اون معنا حتی اینا برنده نیستن، چون هیچ کدوم به نظر من نخواهند تونست هیچ کدوم رو نابود کنن. این از نظر نظامی و عمومی دارم میگم. هر دو من میخوام استنتاج کنم که اتفاقا هر دو بازندن، یعنی وقتی این جنگ تموم شد، وقتی این کشتار تموم شد، من تردید ندارم که این جریانات دسترسی حاکم در اسرائیل در میان مردم اسرائیل و مردم منطقه، مردم اسرائیل که اصلا به پا خواسته بودن علیه نتانیاهو، علیه سیاست ارتجاعیش، به نظر من بر میگردن به خیابونا و این جریانات دسترسی رو به نظر من در سیاست اسرائیل من مطمئنم، تردید ندارم که کنار میزنن،
کنار خواهند زد، این جنبش قوی تر خواهد شد در رابطه با حماس. هم حماس ممکنه حالا تونل هم حتی بره کنار، ولی بالاخره این تعداد کشتار به حماس امکان داده که بعدا بالاخره دوباره برگرده، از همین جوانایی که این همه قتل و کشتار دیدن نیرو بگیره. خب اینا ایدئولوژی دارن دیگه، ایدئولوژیشون نابودی اسرائیل، بالاخره اینا همچنان به فعالیت ادامه خواهند داد تا زمانی که ریشه این به اصطلاح تنش در منطقه تموم شه. در دراز مدت به نظر من هر دوتاشون بازندن، هر دوتاشون به عنوان جریانات ضد انسان، ضد بشر، آدمکش به نظر من در جهان معرفی شدن. بله، خب من میخوام اینجا توی سوالی که الان مطرح میکنم یه نگاه یه ذره عمیق‌تر، یه ذره بیشتر به وضعیت جمهوری اسلامی بپردازیم. روزنامه یا نشریه اکونومیست گزارش میده، میگه که سالانه حماس 1 میلیارد دلار درآمد داره. تحلیلاً صحبت میشه، تحلیلگران میگن که جمهوری اسلامی دستش توی این کمک رسانی ها هست. تونل هایی که الان پیدا شده زیر بیمارستان شفا، دارن میگن که جای پای سپاه پاسداران اینجا هست، توی ساخت این تونل ها کمک کرده و بوده. یعنی میخوام بگم تحلیل اینه که جمهوری اسلامی کنار حماس قرار داره و قدم به قدم باهاش همراهی کرده. خیلی وقت هم هست که راجع به این موضوع صحبت شده و هست این مسئله. تحلیل شما از ابعاد حضور و نقش جمهوری اسلامی در حمایت از حماس چیه؟ بله، این خیلی سوال مهمی. من یه جمله در رابطه سوال قبلی هم بگم، موضع خود جمهوری اسلامی که به این سوالم مربوطه. خامنه ای اخیرا همین یکی دو روز پیش گفت که حماس اسرائیل رو ضرب فنی کرد. خیلی جالبه، حکومت جریانی که اسرائیل رو ضرب فنی کرده جلوی چشم همین جنایتکار خامنه ای و همون حماس، همچنان گفتم 15,000 انسان رو اسرائیل قتل عام کرده. و خامنه ای این واقعا جنون سیاسیه، به یه معنا میشه گفت خامنه ای این رو ضرب فنی اسرائیل تلقی میکنه، به یه معنا یعنی پیروز شدیم. میخواستم در رابطه با سوال قبلی که پیروزی بسته به اینکه چه معنایی از پیروزی اینا در نظر دارن، که میدونیم چه معنایی در نظر دارن. در رابطه با سوالتون خیلی روشنه این پاسخ به این سوال که نقش حکومت اسلامی، حمایت حکومت اسلامی کلا از این ماجرا، از کلا حماس و اتفاقی که افتاد چی هست. به نظر من هم فکتوال میشه این رو الان دیگه به طور جدی میشه ثابت کرد، هم تحلیلی. فاکت ها که خیلی روشنه، جدا از اینکه همون لحظه اول رهبران حکومت اسلامی دفاع کردن، صریحا دفاع کردن از این اتفاقی افتاده، از تبحش حماس، جشن پایکوبی کردن، تبریک گفتن و خوشحال بودن که خب حماس تونسته این کارو بکنه. یعنی از نظر حتی ظاهری و تبلیغی هم اینا خودشونو پنهان نمی‌کردن، خیلی روشنه. ولی جدا از این ما میدونیم که رهبران حماس رسما و علنا تو رسانه‌ها علنا گفتن از حمایت جمهوری اسلامی صحبت کردن. احمد عبدالهادی که یکی از سران حماس، نماینده حماس در لبنان، در ارتباط نزدیک با حزب الله لبنان، رسما در روزنامه ها علنی در فکر کنم مصاحبه با نیوزویک گفت که ما این رو میخوام دقت کنم بینندگان این برنامه، گفت که ما یعنی حماس در پیش از شروع این عملیات، در جریان، در حین عملیات و در ادامه این عملیات تماما با جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان همه چی رو هماهنگ کردیم. کسی اینو تکذیب نکرده. یعنی خیلی روشنه، یکی از رهبران حماس اومد تو با یه روزنامه معتبر نیوزویک در مصاحبه گفت. یا همین عزت الله زرقامی، میخوام بگم همین الان دارن این بحثا رو میکنن، عزت الله زرقامی که رئیس به اصطلاح وزیر میراث فرهنگیه، همین دیروز گفت که ایشون وقتی سردار سپاه بود در تونل هایی که الان حماس اونجا مقر نظامیشه، مقر فرماندهیشه، در اون تونل ها ایشون رئیس مثل که تولید راکت های فاز 3 بود و اینا، اونجا آموزش میداده. میخوام بگم خود جمهوری اسلامی همین الان در لابلای صحبت ها دارن نشون میدن. از نظر سیاسی هم که همه میدونن حکومت اسلامی به عنوان رأس جریان به اصطلاح محور مقاومت، یعنی جریانات تروریستی اسلامی، براش حماس مهمه. حتما که از نظر سیاسی هم علنا گفتن کمک میکنن. و از نظر تحلیلی هم ما میدونیم که محور مقاومت یکی از
بنیادهای استراتژی به قول خودشون عمق استراتژی و عمق راهبردیشون در منطقه و خاورمیانه هست و حماس هم میدونیم که به دلیل خصومت جمهوری اسلامی با اسرائیل یک بخش و یک جزء بسیار مهم و پایه‌ای و میشه گفت رکن یکی از ارکان این محور مقاومت. خب حکومتی که براش اگه اینو قبول داریم که محور مقاومت خودشون هم دارن میگن یک به اصطلاح بنیان استراتژیک برای حکومت اسلامی، معلومه که حفظ حماس، حمایت از حماس، قدرتمند کردن حماس برای جمهوری اسلامی از نظر استراتژیک بسیار مهمه، خیلی مهمه. و از نظر تحلیلی هم میخوام بگم که با توجه به نقش محور مقاومت و اهمیتش برای جمهوری اسلامی و حضور حماس در این محور مقاومت، حضور مهم حماس در محور مقاومت، معلومه که از نظر تحلیلی هم برامون روشنه که حکومت اسلامی حمایت کرده. و ضمن اینم اضافه کنم که قبلا بحث و بارها کردیم، حکومت اسلامی براش بسیار مهمه. اوضاع داخلی ایران ما میدونیم در بحران سیاسی و حکومتی بسیار شدیدی حکومت اسلامی درگیره و تصور میکرد با چنین اتفاقی در منطقه میتونه توجه مردم ایران رو منحرف کنه از خصومتشون با حکومت اسلامی، از تنششون با حکومت اسلامی. و در ضمن در رابطه با نزدیکی اسرائیل با کشورهای عربی و به قول خودشون مسلمان که در پیمان ابراهیم متجلی شد اون موقع، این هم حکومت اسلامی رو به شدت نگران کرده بود و تلاش میکرد این رو به هم بزنه. و این عملیات 7 اکتبر به نظر من یکی از دلایل منطقه‌ایش همین اتفاق که جمهوری اسلامی پشتش بود. اظهارات سران جمهوری اسلامی خیلی متناقضه. اینجا شما اشاره کردید به گفته زرقامی که گفته خودمون داشتیم اونجا آموزش میدادیم تو اون تونلا. اما هفته گذشته وقتی که خامنه ای با اسماعیل هنیه ملاقات میکنه، میگه که تمایلی نداره که توی جنگ حماس، توی جنگ در کنار حماس قرار بگیره. جمهوری اسلامی مدت هاست داره تبلیغ علیه اسرائیل رو انجام میده، دلشون میخواد که اصلا محو بشه، از روی نقشه جغرافیای جهان برداشته بشه اسرائیل، یا مثلا همشون رو با تو دریا بریزن. و از این تبلیغات کم نکردن. الان میتونست موقعیت خیلی خوبی باشه برای جمهوری اسلامی که از این وضعیت استفاده بکنه. خب اینو یه مقدار بیشتر صحبت بکنیم، موضع خامنه ای رو چجوری واقعا میشه تعبیر کرد؟ از یه جا نشون میده خیلی ترسیده انگار که علنا دفاع بکنه از جنگ و حماس و غیره، از یه طرف هم که این صحبتاشو ببینید، وقتی موضع حکومت اسلامی به سران حکومت اسلامی مشخصا خود خامنه ای رو از در طول این 45 نزدیک 50 روز داریم به دقت دنبال میکنیم، کاملا متوجه میشیم که دو فاز داره برخورد حکومت اسلامی و سران و سرداران و مشخصا خامنه ای. دو فاز داره. فاز اول تا اون مقطعی که سخنرانی میکنه و میگه که ما دست و بازو و پیشانی این به اصطلاح حماسی های بسیار کاردان و این صفت ها رو میگه میبوسیم، اما ما نبودیم، ما این کار خود بچه های فلسطین بود. تا این سخنرانی اینا دارن شادی میکنن، علنا پنهان نمیکنن که حمایت دارن میکنن، حمایت کردن، پشت حماسن و تبلیغات و رجزخانی های معمول سرداران سپاه ادامه داره، رئیس جمهور تبریک میگه، همه این کارا رو میکنن. این فاز اوله. این فاز اول به این خاطره که، یعنی حمایت پنهان نمیکنن، به این خاطر است که واقعا تصور میکردن حماس با این کشتار 1400 نفر و گروگان گرفتن تعداد بیشتری و به قول خودشون به هم زدن، زیر سوال بردن هیمنه امنیتی اسرائیل و اینا، یک موفقیت بزرگی چسب کرده و جمهوری اسلامی تو این موفقیت باید شریک بشه دیگه. اینا بالاخره پدرخوانده جریانات تروریستی اسلامیان، باید شریک بشه. عجله میکردن، پای همدیگه رو واقعا لگد میزدن سران جمهوری اسلامی که نشون بدن پشت حماسن، عجله میکردن چون این رو موفقیت. مطلقا تصور نمیکردن که این اسرائیل در این ابعاد پاسخ بده، این چنین جنایت گسترده در غزه انجام بده، که خود این جنایت از یه طرف پای اسرائیل بالاخره به عنوان جنایتکار جنگی و از یه طرف هم پای جمهوری اسلامی حماسه که مبدع و کلا محرک این اتفاق جدید شدن. از یه مقطعی که دقیقا متوجه شدن که اوضاع خرابه،
اسرائیل در این سطح حمله کرده، آمریکا دو تا از نابش آورده بغل گوش غزه در ساحل شرقی مدیترانه، و کشورهای عربی، دولت‌های عربی هم حتی مطلقاً بر نمیگردن به دشمنی با اسرائیل. همون موقع تو همون مقطع هم دیدیم که این دولت ها هم دارن صحبت از دو دولت و دو کشور در کنار هم دارن صحبت میکنن، یعنی کاملا مغایر با مواضع جمهوری اسلامی. وقتی اوضاع رو اینجوری دید و خطر کشیده شدن جنگ، دامنه جنگ به خود ایران، خود منطقه رو دید، کاملا متوجه بود که اوضاع داره عوض میشه و حکومتی که در داخل ایران با ورشکستگی اقتصادی مواجهه، در داخل ایران با یه انقلاب مواجهه، در داخل ایران هر لحظه مردم در کمین نشستن از هر فرصتی استفاده کنن این حکومت رو به زبالدان پرت کنن، چنین حکومتی معلوم بود که میترسه، هراس داره، نگران جنگ بکشه به منطقه، به ایران، به خودش مستقیما درگیر بشه. و البته میدید که جهان داره متحد میشه علیه حکومت کلن این جریانات اسلامی. ما دیدیم چجوری همه رهبران سیاسی دول غرب پشت سر هم رفتن اسرائیل و حمایت قاطع خودشون از اسرائیل اعلام کردن. میخوام بگم حکومت اسلامی در فاز دوم دقیقا به خاطر چنین تصویری که متوجه شد عقب کشید و اومد، همون که دست و پیشانی، بازو پیشانی حماس رو بوسیدن، ولی گفتن ما نبودیم. نصرالله اومد سخنرانی کرد، گفت ما نبودیم، ما نبود، یعنی خیلی سریع اعلام کردن که ما تو جنگ نیستیم، که البته خود اینم موقعیت جمهوری اسلامی رو تضعیف میکنه، میتونیم بهش برسیم حداقل در میون محور مقاومت که اینا در رأسشون هستن. بله، اتفاقا من میخواستم همین سوالو بکنم که تاثیرات این جنگ بالاخره رو موقعیت جمهوری اسلامی توی همون محور مقاومت، توی جریانات اسلامی منطقه به چه صورت خواهد شد؟ ببینید، این جالبه، به نظر من خیلی مهمه. حکومت اسلامی روی این محور مقاومت حساب میکرد، برعکس هم همین جریانات تروریستی از حزب الله تا هشت شبی تا تمام این جریانات حماس و جهاد اسلامی روی جمهوری اسلامی حساب میکردن و الان هم میکنن، خیلی روشنه. ولی اتفاقی که در غزه رخ داد و رسما حکومت اسلامی دیدیم که از یه مقطعی حداقل در تبلیغات از پشت حماس رفت کنار، از پشت این جریانات اسلامی رفت کنار، و این روشنه که، و یکی از اینجا بگم که یکی از رهبران حماس هم گفت که حکومت اسلامی به ما خیانت کرد، جمهوری اسلامی به ما خنجر زد، خیانت کرد. خب معلومه که این برخورد حکومت اسلامی نسبت به حماسی که تو همون 10-20 روز اول داشتن منظما تشویقش میکردن، برای این محور مقاومت این معنا رو داره که این حکومت هر جایی به نفع حکومت خودشه پشت ما رو میتونه خالی کنه. میخوام بگم از نظر رابطه این جریانات با حکومت اسلامی به نظر من یه لطمه جدی زد، چون دیدن که این حکومت به قول خودشون دیگه حفظ حکومت اوجب واجباته، این حکومت برای حفظ حکومت خودش هر کاری میتونه بکنه و حتی میتونه از پشت اینا بره کنار یه زمانی اگه لازم شد. میخوام بگم که از این نظر، از نظر دومم ببینید، در منطقه در صحبت قبلی اشاره کردم یکی از مهمترین اتفاقاتی که داشت رخ میداد و حکومت از اون هراس داد نزدیکی دول عربی و اسلامی به اسرائیل بود. این فوق‌العاده مهم بود، برای اینکه وقتی این دولت‌ها با اسرائیل رابطه نزدیک دیپلماتیک دارن برقرار میکنن، معنای سیاسیش حداقل در رابطه با مسئله فلسطین این هست که دریچه ای رو باز میکنه، دروازه ای رو باز میکنه که ممکنه این دولت ها بالاخره تن بدن به نهایتا دو کشور و دو دولت در کنار هم در فلسطین. خب این دیگه سمه برای حکومت اسلامی، حکومتی که برای اسرائیل هر چپ و راست رهبرش وقت تعیین میکنه که اسرائیل فلان زمان نابود خواهد شد. برای چنین حکومتی نزدیکی این دولت هایی که تاریخا در مقابل هم بودن در رابطه با مسئله فلسطین سم، زهر، نگران کننده است. و ما داریم میبینیم که در منطقه هم حتی در اوج کشتار اسرائیل دولت های عربی از جمله امارات متحده عربی، از جمله عربستان مخصوصا، اینا همچنان در رابطه با راه حل دو دولت خودشون رو در کنار این راه حل اعلام کردن، یعنی کاملا مغایر با جمهوری اسلامی. میخوام بگم حکومت اسلامی نه تنها نتونسته به نظر من به این
پیمان ابراهیمی که شروع شده، موقتا نمیگم چون موقتا فعلا اونا معلومه که اون بحث اتحاد و مناسبات دیپلماتیک رو الان پیش نمیبرن، الان جنگ فعلا ظاهرا، ولی تموشه به نظر من برمیگردن، دوباره برمیگردن به همون دوره ادامه مناسبات دیپلماتیک. میخوام بگم از این نظرم مثلا در نشست ریاض، یعنی نشست مشترک اتحادیه عرب و دولت‌های عربی و اسلامی، رئیسی رفت اونجا سخنرانی بکنه، سخنرانی کرد، ولی تو سخنرانیش یه لیستی از خواسته ها رو گذاشت جلوی به اصطلاح اون کنفرانس که برای مثال اسرائیل رو باید از نظر اقتصادی تحریم بکنیم، ارتش اسرائیل و اسرائیل به عنوان دولت تروریست در جهان شناخته بشه، از این چیزا گفت. نمیدونم تحریم اقتصادی اسرائیل باید همه دولت ها تحریم بکنن اسرائیل، همینا رو گفت. و ولی ما دیدیم که در اون کنفرانس، بعد از این که در کنفرانس یه هیئتی رو تعیین کردن برای به اصطلاح دنبال کردن قطعنامه پایانی کنفرانس، اونجا حکومت اسلامی رو جا ندادن، راه ندادن رئیسی و نماینده حکومت اسلامی رو، یا کلا هیچ کدوم از خواستای به اصطلاح رئیسی اونجا مطلقا برای اینم بگم، اینم خیلی مهمه، همین حکومتی که اسرائیل رو میخواد به دریا بریزه، همین حکومتی که رهبرش برای اسرائیل 25 سال سالها پیش زمان تعیین کرده بود، در اونجا مجبور شد زیر قطعنامه پایانی، بیانیه پایانی اون کنفرانس امضا بذاره که بند 13ش یکی از بنداش اینه که دو دولت در کنار هم رو به رسمیت میشناسه، یعنی کاملا مجبور شد. میخوام بگم حتی در منطقه هم حکومت اسلامی در ادامه و در فضای این جنگ داره موقعش ضعیفتر میشه. و آخرین نکته هم اینه که در جهان فراتر از منطقه، در خود جهان هم اسلامیا، درست الان تظاهرات های وسیعی در حمایت از فلسطین هست که به نظر من اون تظاهرات اساسا در حمایت از فلسطینه، ممکنه یه تعداد اسلامی همون وسط بالاخره یه تلاشایی میکنن، تحرکی دارن که مثلا به دست بگیرن، خود جمهوری اسلامی بعضا این تلاشو میکنه، ولی ما میدونیم که حکومت اسلامی در این تظاهرات نقش نداره. اگر حکومت اسلامی براش ممکن بود الان در خارج از کشور کل تظاهرات ها رو به نظر من به دست میگرفت به عنوان به اصطلاح رهبر تظاهرات ضد اسرائیلی که ما میدونیم هیچ نقشی نمیتونه ایفا کنه حکومت. خب جدا از این، فراتر از این، ما میبینیم که همین الان آلمان، پلیس آلمان به نهادهای اسلامی داره یورش برده و در رابطه با اینکه اینا بالاخره یه جوری با حماس و اینا رابطه دارن، همین الان مسجد آبی، مسجد هامبورگ، کلا مساجدی که بخشن زیر نظر جمهوری اسلامی اصلا شکل گرفتن، تحت به اصطلاح نظرم، میخوام بگم از این نظرم موقعیت حکومت اسلامی و تحرک حکومت اسلامی در اسلامیا به نظر من در خارج تضعیف خواهد شد. من میخوام بگم مجموعا این اوضاع، نکته آخرم اضافه کنم، در خود ایران هم که ما میدونیم در خود ایران نه تنها این اتفاق به موقعیت جمهوری اسلامی کمک نکرد تحکیمش، معمولا منظورم، بلکه تضعیفش هم کرد. در ایران هم معلوم شد که حتی در رابطه با جنگ به اصطلاح غزه، مردم مثل همه موارد در مقابل حکومت هم. حکومت در ایران نتونست یه تظاهرات جدی به نفع حماس سازمان بده، نه تنها نتونست، هر جایی هم، هر گوشه از در زمین فوتبال، در ورزش، در مدرسه، هر جایی یک جوری حکومت سعی کرد با دار و دستش حمایت از حماس رو به اصطلاح را بندازه، با اعتراض مردم، با شعار مردم مواجه شد که مثالاشونو هممون میدونیم، دیدیم در کلاس درس وقتی مرگ بر اسرائیل گفتن دانش آموزا چجوری پاسخ دادن، دیدیم در زمین ورزش وقتی پرچم فلسطین آوردن به اصطلاح تماشاگران چه پاسخی دادن به حکومت اسلامی. هر جای حکومت سعی کرد استفاده سیاسی کنه، مردم نذاشتن. مجموعا حکومت اسلامی از این ماجرا به نظر من به عنوان یه حکومت ضعیف در خواهد اومد. بله، خیلی متشکرم از شما محسن ابراهیمی. ممنونم. بینندگان گرامی، گفتگوی ما رو میشنیدید با محسن ابراهیمی، رئیس دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری، در رابطه با جنگ بین حماس و اسرائیل و موقعیت جمهوری اسلامی. امیدوارم بحث ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. من سیما بهاری همراه با همکارم جمیل فرزان برای شما ساعت و لحظه‌های خوبی آرزو مندیم. پیروز باشید.